بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طاهرین، صلی الله علیه و آله المعصومین. عرض شد که از آیه 48 سوره مبارکه یاسین تا آخر این سوره دیگه بحث راجع به معاد هستش، اصل اعتقادی و به هر حال اصولی ترین مسائل دین که نبوت و توحید و معاد هستش، تو سوره یاسین که به عنوان قلب قرآن و روح قرآن هستش ذکر شد که به هر حال دو بخشش بیان شد، این بخش سومش هستش که وارد میشه. خب میدونید شما در سوره هایی که مکی بودن و در مکه نازل شدن، معمولا آیاتی که مربوط به معاد هستش تو سوره مکیه، از این جهت که خب چون نقش سازنده معاد و یاد عالم آخرت خیلی تربیت کننده هستش، تو همون سالهای ابتدایی که اسلام ظهور کرد و طبیعتا نیاز داشت که یاران به هر حال خیلی محکمی از جهت ایران از جهت ایمانی ساخته بشن، این آیات معاد نازل شد. لذا تو اون 13 سالی که پیغمبر اکرم تو مکه بودن، بیشتر آیات معاد تو اون سور هست، از جمله سوره یاسین که جزو سوره های مکی هستش. واقعا هم به هر حال این بحث یاد عالم آخرت و اعتقاد انسان به عالم آخرت یکی از سازنده ترین عواملی هستش که برای تربیت انسان مؤثره. هرچی اعتقاد آدم بیشتر باشه، تأثیرش بر فرد و جامعه بهتر و بالاتر هستش. آدمی که معتقد به آخرت هستش ظلم نمیکنه، آدمی که معتقد به آخرت هستش گناه نمیکنه، چون به هر حال میدونه که هر دست که دادی از آن دست گرفتی و هر کاری که کردی نتیجهش اونور میبینی. از این جهت بعد از مرگ آدم مهمون خودشه، بعد از مرگ دستپخت خودشو جلوش میگذارن، میگن بفرما بخو، اگه خوشمزه از خودت درست کردی، اگه بدم هست خودت درست کردی. بنابراین طبیعی اگه آدم اعتقاد قوی داشته باشه میتونه جلوی گناه و ظلم رو بگیره، همچنین اعتقاد به آخرت هستش که میتونه مصیبت ها و بلاهایی که تو دنیا بر آدم وارد میشه رو سبک بکنه، آسان بکنه بر آدم، چون میدونه که به هر حال میگذره دیگه، میگذره. یعنی عارفی رو انگشترش حک کرده بود که میگذرد، هر از گاهی نگاه میکرد این هم میگذره دیگه، بالاخره عالم دنیا همین هستش دیگه. لذا مصیبت ها رو بر آدم صادم میکنه، اون ابدش یه جای دیگه است، اینجا هرچی که هست میگذره. علاوه بر این که حرص به دنیا رو و اون به هر حال فتیله چشم همچشمی ها رو، پشت هم اندازی ها رو، حرص به دنیا رو میکشه پایین، به تعبیر دیگه دنیا رو تو چشم آدم کوچیک میکنه. یعنی وقتی آدم اعتقاد به آخرت داشته باشه اینجوری هستش دیگه، دنیا تو چشم آدم کوچیک میشه. یه بزرگواری میگفتش که شما وقتی که اعتقاد داشته باشی که تو این دنیا هر چقدر رو هم دیگه جمع بکنی باز از بین میره، این چنان دلبسته نمیشی که مثلا، حالا ایشون مثال میزد، بگو اگه یه عتیقه ای ازت بیفته بشکنه، مثلا یه قوری خیلی گران قیمت عتیقه که خیلی مثلا مراقب بودی، اگه ازت بیفته بشکنه دو جور میشه به این قضیه نگاه کرد، یا بهت خبر بدن، یکی بیان بهت بگن که شکست، یه موقع بیاد بهت میان بهت میگن شکستنی بود. گویا کسی این دید دومو داشته باشه که بالاخره این شکستنی بود دیگه، قرار بود که بمونه، یا من میرم یا این میره، اینجا که کسی نمیمونه که، بنابراین تعلقش کمتر میشه، دلبستگیاش کمتر میشه. لذا چون نقش اعتقاد به آخرت واقعا سازنده هستش، از این جهت هستش که تو دستورالعمل‌های خیلی از بزرگان هم این بوده، یعنی سر زدن به مثلا قبرستان و یاد آخرت کردن این تو دستورالعمل‌هاشون بوده. تو آیات و سوره های مکی هم ما نداریم سوره ای که راجع به آخرت بحثی نشده باشه ازش. خب مراحلی که بعد از مرگ پیش میاد
خب اولی مرحلش که شکی نیست طبق هم آیه قرآن و هم حالا مباحث دیگری که اینجا جاش نیستش، عالم برزخ هستش که تعبیر قرآن اینه و من ورائهم برزخان الی یوم یبعثون. عالم برزخی که تو عالم برزخ هم یه آمادگی بر آدم پیش میاد نسبت به قیامت که سطح حیات تو عالم قیامت بسیار بالاست، از این جهت باید آمادگی پیدا کرد برای اون عالم. عالم برزخی جایی هستش که تا حدی خب از یه جهاتی شبیه قیامت از یه جهاتی هم شبیه دنیاست، یعنی چیز بین بین نیست، از این جهت میشه آدم آمادگی پیدا کنه. به علاوه که یه لطفی از خداست، هنوز بعد از مرگ عالم برزخی هست که احیانا اگه آثاری از اعمال آدم هست با آدم برسه، یا خیرات و مبرات با آدم برسه، یعنی یه کمکی هایی هنوز برای آدم به هر حال به دنبال مرگش و بعد از زندگی دنیاش بهش برسه که شاید سرنوشتش رو عوض بکنه، خصوصیاتش رو عوض بکنه. از جهت عالم برزخ هست و بعد از برزخ که به اصطلاح عالم قیامت هستش، خود عالم قیامت سه تا مرحله اونجا داره. یه مرحله، مرحله سیحه آسمانی و نفخ صور هستش، این یه مرحله شه که حالا همین آیاتی که الان بخوایم وارد بشیم اشاره بهش داره و ارساهیم کرد مباسی، این یه مرحله شه که به هر حال مرده ها همه زنده میشن و همه از قبرها بلند میشن. مرحله دوم مرحله حشر، محشور شدن و جمع شدن در همون به هر حال جایی که بهش محشر گفته میشه، که اونجا حسابرسی میشه و نامه عمل داده میشه و بعدش هم اون بحث صراطی هستش که باید عبور کنن و اون دادگاه ها و مواقف صراط که این مرحله دومه. و آخرین مرحله و سومین مرحله اون جزاه، اون دارالجزا، حالا یا بهشت یا خدا کرده جهنم. این سه مرحله، مرحله قیامت، نفخ صور، حشر در محشر و بحث صراط و عبور از اون عقبات و دادگاه ها و جزا. خب حالا اولین مرحله قیامت که بحث نفخ صور هستش که عرض کردیم تو این آیات اشاره بهش شده، من یه اشاره ای به هر حال نظراتی که در رابطه با نفخ صور هستش یه اشاره میکنم و بعد آیات رو شروع میکنیم. ببینید در رابطه با اینکه چند تا نفخ صور داریم، حالا اجمال نفخ صور رو همتون میدونید، همون دمیدن از اسرافیل در صور و اون شیپوره که حالا همین الان بحث خواهیم کرد که مقصود چی هستش. اونی که مشهور هستش گفته شده دو تا نفخ صور هست، یه نفخ اماته هست یه نفخ احیا. یه نفخی هست که میمیرن همه باهاش و یه نفخی هست که زنده میشن. نفخ به معنای دمیدنه، فوت کردن، دمیدن، بازدم رو خارج کردن، این میشه نفخ. نفخ صور گویی مثلا یه فوت بکنه. شما چجوری حالا اگه بخواییم تشبیهن، گاهی موقع آدم با فوت یه چیز رو خاموش میکنه، گاهی موقع با فوت یه چیز رو روشن میکنه. شما مثلا یه احیانا چراغای قدیمی فانوس با یه فوت این خاموش میشه، گاهی موقع یه آتیش با فوت روشن میشه، یه آتیشی که تازه داره میگیره هنوز نگرفته با فوت روشن میشه. یه نفخ، یه فوتی هستش که همه خاموش میشن، همه چی از بین میره و میمیرن. یه فوتی هم هستش برای روشن کردن، یه نفخ اماته هست برای موت عالم، یه نفخ احیا هست برای حیات. این دوتا نفخی است که مشهور این رو گفتن و در سوره زمر آیه 68 هر دوتا بهش اشاره شده. البته حالا تو این آیاتی هم که الان میخونیم هم اشاره شده، منتها تو اونجا خیلی واضح هر دوتا نفخ صور تو سوره زمر آیه 68 بهش اشاره شده. و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله. نفخی در صور خواهد شد، فصعق، یه صعقه و یه هلاکتی پیش میاد برای هر کسی که در آسمان و هر کسی که در زمینه، الا من شاء الله، جز یه دسته که به هر حال خود این محل بحث، چون الان فعلا با بحث مون سوره زمر نیستش دیگه، اون یه دسته ای که مرگ ندارن که حالا کیا هستن حالا اون بماند. این یه نفخ است که نفخ فی الصور
فسعق من فی السماوات والارض، یه سعقی یه هلاکتی برای هر کسی در آسمان و زمینه پیدا میشه. بعد خداوند متعال میفرمایه ثم نفخ فیه اخرى، بعد یه بار دیگه در سور دمیده میشه، ثم نفخ فیه اخرى که اون دومین نفخه هستش که فاذا هم قیام ينظرون، همه بلند میشن، همه برمیخیزن از قبرها و به هر حال نگاه میکنن که چه اتفاق خواهد رخ بده، که همون بحث حشر هستش. خب این دوتا نفخ تو اونجا تو این سوره زمر آیش هست، اشاره شد لذا بزی گفتن دوتا نفخ هست. اما بعضی دیگه مثل مرحوم علامه طباطبایی در یه رساله ای داره به نام رساله الانسان بعد دنیا، که تو اون رساله ایشون فرمودن که سه تا حادثه هست، یه سیحه هست قبل از اون دوتا نفخ، با تعبیر سیحه که شاید 13 جای قرآن این سیحه تعبیر شده، که حالا سیحه معناش معلومه چیه دیگه، یه فریاد، یه فریاد بلند هستش که با این سیحه اهل دنیا میمیرن، هر کی تو دنیا زنده هست با این سیحه همه میمیرن. بعد خب وقتی همه میمیرن میرن برزخ دیگه. بعد یه نفخ اول هست که تو نفخ اول اهل برزخ میمیرن، چون همه دیگه تو برزخن دیگه، فرض بر اینه که با اون سیه دنیا خراب شده دیگه، دنیایی نمونده، همه از بین میره، میرن برزخ. خب فقط مونده برزخ، اون وقت نفخ اول همه تو برزخ میمیرن و بعد نفخ دوم همه دو مرتبه زنده میشن، یه سیحه و دو تا نفخه. چرا این قول این شکلی مطرح کرد؟ خوب نهد بفرمایید، یه استدلالی هست که قابل توجهه. ببینید اینا میگن که اگر دو تا فقط نفخ باشه، یه نفخ موت یه نفخ حیات فقط باشه، اگه دو تا فقط باشه یه مشکلی پیش میاد، و اون این که با نفخ اول که نفخ موته، اگه قرار باشه که هم اهل دنیا بمیرن هم برزخ، اگه با نفخ اول قرار باشه که هم اهل دنیا بمیرن هم برزخ، خوب دقت بکنید، پس همه مردن، چه اونایی که تو دنیا بودن چه اونایی که تو برزخ، این با نفخ اول. با نفخ دوم که قراره همه زنده بشن تو قیامت، پس معناش اینه که اونایی که تو دنیا بودن دیگه برزخ نخواهند داشت، چون با نفخ اول اهل دنیا مردن، با نفخ دوم میان قیامت، پس برزخ چی؟ برزخ نخواهند داشت. دقت بفرمایید، اگه قرار باشه که با نفخ، یعنی دو تا نفخ فقط باشه، با نفخ و این نفخ اول هم شامل همه بشه، چه اهل دنیا چه اهل برزخ، خب شما فرض بکنید با اون نفخ اول همه میمیرن، با نفخ دوم همه زنده میشن. خب اهل دنیا که مردن، برزخ هم که نیست دیگه، چون اونا مردن، اهل دنیا با نفخ دوم میان تو قیامت، پس برزخ نداشتن. خب این خلاف قرآنی که میفرماید و من ورائهم برزخون، بعد از مرگ برزخ هست، برای همه هست. ممکنه کسی بگه نه دو تا نفخ بیشتر نیست، ولی با نفخ اول خوب نهایت بفرمایید، تو نفخ اول فقط اهل دنیا میمیرن، یعنی نفخ اول فقط مال اهل دنیاست، مال برزخی ها نیست، برزخ سر جاشه، پس اونایی که تو دنیا مردن میمیرن میرن برزخ، پس برزخ دارن دیگه. ببینید یه نفخ، نفخ اول شامل فقط اهل دنیا میشه، برزخی ها نمیمیرن دیگه، فقط دنیایی ها میمیرن. خب دنیایی که مردن میرن تو برزخ دیگه. خب حالا خوب دقت بفرمایید، اون وقت با نفخ دوم همه زنده میشه، وقت لازمش اینی که اهل برزخ فقط یه نفخ داشته باشن، اهل برزخ فقط یه نفخ داشته باشن، نفخ احیا، یعنی نفخ موت شامل برزخیا نشه. خب اینم خلاف همین آیه که الان خوندیم، سوره زمر. ببینید تو سوره زمر میفرمایید که نفخ فی السور، اون نفخ اول در سور دمیده میشه، فصعق من فی السماوات و من فی الارض، هم آسمانیان میمیرن، آسمانیان نه این آسمان، این که انوال دنیاست، این آسمان مادی نه، یعنی ملکوت، یعنی همون برزخ، هم اونا میبینن هم زمین. پس بنابراین
رو این جهت هستش که چون مشکلی هست اینجا وجود داره، لذا گفتن اینجا سه تا اتفاق رخ میده. یه سیحه غیر از اون دو تا نفخه ها، از اون دو تا نفخه بذارید کنار، یه سیحه و یک فریاد بلند، این فقط مال اهل دنیاست. هر کی که تو اهل دنیا هست میمیره. خیلی خوب، میمیره، میره تو برزخ دیگه. بعد نفخ اول، تو نفخ اول هر کی که تو برزخه، عالم مجردات، همه میمیرن، ملائکه. این تو نفخ اول. تو نفخ دوم همه زنده میشن. این شکلی اگر باشه هیچ مشکلی نیست. البته درسته، حالا گاهی موقع ها بعضی از آیات قرآن اشاره به هر ستاش یه جا نکرده. مثلا ببینید تو همین سوره زمر که الان خوندیم دو تا نفخ فقط گفته، فقط دو تا نفخ. و کسی نگه که خب اگه ستا بود، سه پدیده بود، سه چیز بود، خب اینجا باید میگم. نه، خب دو تا نفخ اینجا گفته، یکیش از سیحه یه جاهای دیگری ذکر کرده. این در رتبه به هر حال تعدادشون. در رتبه بحث سیحه که عرض کردیم، حالا با فرض این که اون سیحه، البته یه روایتی از امام سجاد علیه السلام هم هست که تو اون روایت هم همین تأیید میشه، همین سه چیز بودن، یعنی یه سیحه و دوتا نفخ، همین تأیید میشه. روایت از امام سجاد علیه السلام هستش که تو تفسیر علی ابن ابراهیم. به هر حال تو این سیحه‌ای که ابتدا زده میشه و اهل دنیا همه چی از بین میره، خب این سیحه میدونید به هر حال یه فریاد معمولی که نیست، یه چیز خیلی عجیب و غریبی است که باهاش نه فقط زمین لرزه ای رخ میده، جهان لرزه است. نه فقط زمین میلرزه، مثلا به کل جهان و عالم دنیا یک لرزه ای میفته. خورشید و ماه و همه اینا، از شمس و کورد از نجوم و همه اینا از بین میرن. هرچی تو عالم دنیاست با این سیحه و فریاد از بین میره. شما در نظر بگیرید گاهی موقع ها الان بمب هایی رو در نظر بگیرید که موج انفجارش مثل فرض کنید مثل بمب اتم که تا فرسخ ها رو هرچی بود پودر کرد، مثلا هیچی نموند، یعنی پودر کرد همه رو، ساختمون و بدن و اینا همه متلاشی. خب وقتی دستساز بشر میتونی همچی کاری بکنه که موجش اینجوری از بین ببره، وقت اون سیحه‌ای که مال بشر نیست، اون دیگه مال بشر نیستش، یه سیحه آسمانی هستش و الهی، اون قطعا میتونی همچی کاری بکنه و همه چی رو از بین ببره. یه سیحه‌ای است که ابتدا زده میشه و حالا با فرض این که همین سه چیز باشه، تو این سیحه اهل دنیا و هر کی هست از بین میره و بعد نفخه، اون نفخ سوره که یا به تعبیری سوره اسرافیل با گاهی موقع بهش گفته میشه. اولا خب حضرت اسرافیل از چهار ملک مقرب الهی هست که جزو رؤسای ملائکن. ملائکه چهار تا ملکشون هستن که رئیس بقیه ملائکه هستن، که ماموریت هایی که ملائکه دارن زیر نظر این چهارتا انجام میشه. یکیش از عزرائیل علیه السلام هست که مرگ رو به عهده داره و ملائکه که زیر دست او هستن مامورین او هستن، قبض روح میکنن. یکی حضرت میکائیل که به هر حال ملکی هستش که رزق رو به عهده داره و اونایی که روزی گیرشون میاد، حالا رزق هر جور رزقی گیرشون میاد، با ملائکه رزق هستن که زیر نظر هست میکائیل. یکی حضرت جبرائیل هستش که ملک علمه، علم و به هر حال اون علوم الهی رو او هستش که میاره و ملائکه زیر دستش. و یکی هم هست اسرافیل هستش که او هم حیات رو، کسایی که به دنیا میان، هم حیات رو واسطش او هست و ملکش او هست، و هم موت همه عالم رو به دست او هستش. این ملکی که از بعضی از روایات برمیاد که اعظم ملائکه، از اون چارتا این از همه برتره، از بعضی از روایات این برمیاد، چون تو بعضی از روایات داره که اولین ملکی که سجده بر آدم کرد، تو اون دستوری که خدا فرمود به ملائکه که اسجدوا لآدم، اولین ملک اسرافیل بود. خود این یه
برتری هستش دیگه، تسلیم تر از همه، مطیع تر از همه بوده. اولی ملک اسرافیل. به علاوه همین که مرگ و حیات تمام موجودات از جمله ملائکه دیگه دست اوست، یعنی جبرئیل و حتی عزرائیل هم اون مرگشون و حیات مجددشون به دست اوست. نشون میده که بالاتره، نشون میده که ملکی است که قدرت بیشتری و احاطه بیشتری داره بر اونها که بتونه جان اونها رو قبض کنه. از این جهت به هر حال این ملک به نظر از روایات برمیاد که اعظم ملائکه مقرب از اون چهار ملک هستش. خب این بحث این که حالا حضرت اسرافیل تو سوری میدمه، این دمیدن در سور، خب سور بیان شیپوره. قدیم جوری بود که از مثلا شاخ گاو مانندی، یه شاخ اینچنینی که توشو خالی میکردن، یه سر کوچیکی داشت و یه دهنه بزرگتری به شیپور میدمیدن. موقع توقف یا حرکت، یه قافله‌ای یه کاروانی میخواست حرکت بکنه، این بوغو میزدن که را بیفته، اگه میخواست بیسته بوغ میزدن که بیسته، یا جنگی میخواست شروع بشه یا متوقف بشه، چون هیاهو سرصدا بود، با داد نمیشد، با شیپور میشد. این شیپور مثلا یه خبری شده، همه وای میسادن یا حرکت میکردن. خب آیا حضرت اسرافیل هم این دوباری که میدمه به این معنا هستش که مثلا روی بلندی وای میسه و مثلا به همین صورت بازدم خودش رو ده خارج میکنه توی مثلا شیپور مانندی اینه؟ خب به این شکل که مسلم نیست که، اون ملک مجرده، اصلا یه ملائکه مجردن، اونم ملائکه مقرب، مادی که نیست که یه چیز مادی تو دستش بگیره، اصلا دست به این معنا نداره که. پس چیه؟ بعضی گفتن که این نفخه در سور کنایه است. کنایه است، یعنی همون جور که برای توقف و حرکت قافله ها، برای توقف و حرکت قافله ها شیپوری میدمیدن، حضرت اسرافیل هم برای توقف و حرکت قافله حیات که حیات رو متوقف بکنه یا دو مرتبه را بندازه، قافله حیات و زندگی یه جا متوقف بکنه با اون نفخ اول، یه جا را بندازه با نفخ دوم. از این جهت این کنایه است، تشبیهه، یعنی گویی، نه اینکه واقعیت داره ها، بعضی اینجوری گفتن گویی حضرت اسرافیل بله از طرف خداوند میمیرانه و یا زنده بکنه، گویی شیپوری دمیده که همه چی وایساد، گویی شیپوری دمیده که همه چی را افتاد. بعضی اینجوری گفتن، تشبیه کنایه است، گویی این چنینه نه واقعا، ولی کاری که اون میکنه میمیرانه و زنده میکنه، همین، ولی دیگه شیپوری بزنه بوق بزنه حرفا نیست. اما بعضی دیگه گفتن نه، ما چرا هی گویی و امثال اینها بیایم تشبیه و کنایه، واقعیت داره، منتها اون شیپور لازم نیستش که، اون بوق، اون سور لازم نیست به این شکل باشه، اون یه مصداق از شیپوره، اون یه مصداق از بوغه، یه مصداق از شیئی که درش میدمن هست. ببینید الان ما فرض کنید به عنوان مثال میگیم چراغ، مثلا چراغ روشن شد تو خونه یا خاموش، خب چراغ یه مصداقش اینه، اما قدیما فانوس رو میگفتن، اون یه مصداق دیگرش بود. الان ذهن ما به این میره، ولی اینکه فقط چراغ نیستش که، فانوس هم چراغ، فانوس نه، این لامپ‌های که مثلا قدیم بود یا مثلا شکلای مختلفی که داشت، اینا همش چراغ بود، چراغ قوام چراغه. ببینید شکلها مختلفه، اسم عامه، این اسم چراغ یه اسم عامی است که مصادیق متعددی داره. سور این هم همینجور، حالا یک مساقش اینه که مثل شاخ گاو مثلا توش میدمیدن، یا مثل این شیپورایی که مثلا فرض کنید سوراخ‌هایی داره که دست روش میگذارن و توش میدمن، یه مساقشه، ولی میشه یه شکل دیگری هم باشه. امام سجاد علیه السلام فرمود که اون سور و شیپوری که اسرافیل درش میدمه، اون یک دهنه داره که دهان رو روش گذاشته میشه و دو سر که اون دو سرش آسمان و زمین رو گرفته. معلومه که این شیپور اینجوری که توی دست میگیرن نیست، اون دو سرش، یه سرش به سمت آسمانه،
یه سرش به سمت زمین، اون قسمتی که هوا ازش میاد بیرون، صدا ازش مثلا فرض کنید میاد بیرون، یه طرفش برای آسمانیان هست به اونا میخوره، یه طرفش به زمینیان. پیغمبر اکرم در روایتی، ببینید از این روایات میشه فهمید که اون مثلا سور یا اون شیپور چه، در یه روایتی پیغمبر اکرم فرمود که در رابطه با همین سور فرمود قرنون من نور، یه شاخیه ولی نه مادی، از نور، فیه انقابون، سوراخ‌هایی داره، فیه انقابون علی عدد ارواح العباد، به تعداد مخلوقات اون سوراخ‌هاش که ازش هوا میاد بیرون، وقتی درش میدمن از اون سوراخ‌ها میاد بیرون، یعنی گویی هر کدوم از این سوراخ‌ها به یه نفر هوا میخوره. به تعبیر دیگه واقعیت داره، حضرت اسرافیل با دم الهی و اون نفس رحمانیش یک بار میدمه که به هر کسی میخوره از بین میره، یه بار دیگه میدمه که به هر کسی بخوره زنده میشه با اون نفس رحمانی و دم الهیش. اون وسیله‌ای که داره یه وسیله‌ای هستش که به هر کسی میتونه برسه و از نور هم هست، یعنی مادی نیست، مجرده. اون وسیله قرنون من نور، یه شاخ مادی نیست. پس بنابراین یه وسیله است، یه ابزار، تشبیه و کنایه نیست که گویی داره میدمه، گویی داره شیپور میزنه اون نظر اول، نه واقعا یه ابزار داره، اما ابزارش مادی نیست، من نور، از جنس مجرده و به این شکل چیزی که حالا مصداقی که ما تو ذهنمونه، این مصداقو نداره، یه مصداق بسیار بزرگی است که وسعتش آسمان و زمین رو گرفته و از اسرافیل با اون نفس رحمانی خودش وقتی میدمه به هر کسی که میخوره یه بار میمیره و بار دوم زنده میشه. بنابراین هیچ تشبیهی نیست، واقعیت داره. خب حالا ببینید، عرض کردیم تو اون صیحه اول که مقدمه دو نفخه، تو اون صیحه اول، البته شما حتما تو اون کلمات خورد نشید، این کلمه صیحه نفخ دیگه، مقصود اینه که گاهی موقع میگن سه تا نفخه، مقصود اینه که سه پدیده است، سه چیزه. حالا ممکنه اون دوتا نفخ رو هم اصلا شما دوتا صیحه تعبیر بکنید، یعنی سه تا صیحه است، یا بگی سه نفخه، کما که بعضی ها گفتن سه تا نفخه تو مجمع البیان، که حالا اوشون نقل کرده که بعضی ها به چهار نفخ قائل بودن، مرحوم طبرسی تو تفسیر مجمع البیان، منتها علامه طباطبایی همون سه تا رو عرض کرده، فرموده که طبق روایت امام سجاد که یه صیحه است و دوتا نفخ. حالا اون صیحه اولی که زده میشه، عرض کردیم همه اهل دنیا میمیرن، اهل دنیا میمیرن و میرن برزخ. خب این روشنه، اهل دنیا یعنی انسانهایی که زنده هستن یا حیواناتی که زنده هستن یا موجوداتی که مال دنیا هم بالاخره میمیرن و مثلا روحشون میره تو برزخ. خیلی خوب، اون وقت تو نفخ اول اهل برزخ و مجردات میمیرن. اینجا یه سوالی هست که ممکنه برای کسی پیش بیاد، اون نفخ اول که اونایی که تو برزخن، اونایی که تو برزخن بدن مادی دیگه ندارن دیگه، چون بدنشون تو خاکه، تو عالم برزخ خودشون هستن، و مجردات، ملائکه، همه میمیرن تو نفخ اول. سوال، یعنی چی میمیرن؟ میمیرن یعنی چی؟ یعنی معدوم میشن؟ خب این که تو فلسفه ثابت شده، به طور برهانی هم ثابت شده، یه موجود وقتی به وجود میاد دیگه معدوم نمیشه، هیچ موقع روح معدوم، معدوم مطلق دیگه نمیشه. پس یعنی چی میمیرن؟ یعنی چی؟ این معنای مرگ برزخی، مرگ اهل دنیا معلومه، یعنی روح از بدن جدا میشه میره تو برزخ. اهل دنیا میمیرن معلومه، یعنی روحشون منتقل میشه به برزخ. اما اهل برزخ میمیرن یعنی چی؟ نگید که خب روحشون میره به قیامت، اون که هنوز تو نفخ دوم باید رخ بده که احیا بشن، فعلا ما تو نفخ اولیم که میمیرن. این میمیرن یعنی چی؟ نگید که میرن تو برزخ، میرن تو قیامت، علاوه بالاتر، نه، اون تا اون نفخ دوم نیاد که احیاشون بکنه که نمیرن. خب پس معنای مرگ یعنی چی اینجا؟ مردن به چه معناست؟
این مطلب مطلب بسیار دقیقی هست که مرگ مجردات یعنی چی؟ چون معدوم شدن که اصلا معنا نداره که معدوم بشن، هیچ بشن. پس مرگشون به چه معناست؟ ببینید واقع مسئله این استش که تمام موجودات ظاهرشون چه تو همین عالم دنیا، چه تو برزخ، چه الان ملائکه ای که هستن تو مجردات، ظاهرشون یه منم منم داره، یه استقلال رو داره نشون میده. شما الان ببینید اونی که واقعا من و شما با چشم عقل ما میفهمه که هممون تکمون به خداست، هممون فقیر خداییم، اینا رو عقل میفهمه. اما اونی که داریم میبینیم، اونی که داریم میبینیم، اینی که الان این دیوار ببین، این دیوار خودش وایساده، کسی نگهش نداشته، اونی که داریم میبینیم که الان خودمون، منم که حرکت بکنم میرم این ور اون ور. ببینید بازم دارم عرض میکنم، درسته با استدلال عقلی میگیم که لا حول ولا قوت الا بالله، اما اینو شهود نمیکنیم، هنوز این رو مشاهده نمیکنیم. اونی که داریم مشاهده میکنیم، اونی که داریم میبینیم استقلال عالمه. من میخورم، من میخوابم، من راه میرم، من بلند میشم، من میشینم، من میمیسم، من این منه، درست؟ این دیوار میگه من، منم که تکیگاه شما، این آب میگه من، منم که شما رو سیرابتون میکنم، با زبون بی زبونیش اینو داره میگه دیگه، میگه من دارم این کارو میکنم دیگه. ولی از شما وقتی میخوای خبر بدی میگه این آبو خوردم تشنگیم رفع شد، این آب این کارو کرد، این آتیش سوزوند. خب اینجوری داریم میگیم دیگه، یعنی همه عالم رو داریم به خودش نسبت میدیم و استقلال داره. خب این جنبه استقلال میمیره تو نفخ اول، مردن یعنی این سراب، این سراب این واقعیت نداره، عالم استقلالی نداره. که کیه که استقلال داره از خودش؟ یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. ولی این انتم الفقراء الی الله رو ما الان نمیبینیم، الان اتفاقا منم منم عالم رو داریم میبینیم، همه دارن میگن منم. و این منم این جنبه سرابگونه است، واقعیت نداره ولی هست، ولی هست دیگه. این جنبه باید گرفته بشه از این عالم، تو نفخ اول این گرفته میشه، این سراب باطل میشه، این مهر بطلان بهش بخوره، این از بین میره. یه وجهه دیگه و آن روی سکه موجودات با نفخ دوم میاد، احیا میشه، اون جنبه وجه اللهی، کل من علیها فان و یبقا وجه ربک، اون جنبه وجه اللهی میاد، اون جنبه ارتباط با خدا. اونجا دیگه وقتی مشاهده میکنی دیگه هیچ معنی، کاملا ربط با خدا رو میبینی، کاملا این رو میبینی. ما الان اینو نمیتونیم خوب بفهمیم یعنی چی، ما الان نمیتونیم بفهمیم این دیوار تو دلش و تو باطنش ربط با خداست، ظاهرش استقلاله اما واقعیت و باطنش هیچی از خودش نداره، ربطه. این ظاهر میره کنار، باطل میشه با نفخ اول، با نفخ دوم اون دوم میاد. لذا قرآن میگه یوم تبدل الارض غیر الارض، زمین یه زمین دیگه میشه، یه موجود، آسمان یه آسمانه. یعنی ببینید اصلا این جنبه منیت ها رفت، یه چیز دیگه میاد آن روی سکه، که اون جنبه وجه الهیه، اون وجه ربط با خداست، اون وجه هست که اونا میان رو. پس مردن نه به معنای معدوم شدنه، چون چیزی که موجود شد دیگه معدوم نمیشه، منتها اون جنبه استقلالیش از بین میره، اون معدوم میشه، نه اصلش، نه اون جنبه ربطش با خدا. اون جنبه ربطش که حقیقت جنبه وچه همه موجودات اون وچه اللهیشه، او باقی میمونه و یبقا وچه رب بکن زل جلال و علیکم. تا همینجا باشه و انشالله آیات معاد رو تو جلسه بعد دیگه از همین آیه 47 ادامه میدیم. صلی الله علیه.